درود بر همه همیهنان و دوستانی که بیننده و شنونده برنامه هستند. سخن امروز عنوان بسیار سنگینی است: نظام اخلاقی ایران شهری. و این نظام اخلاقی ایران شهری هم توضیح و تفسیرش، هم بیانش، هم باز کردن ویژگی‌هایش و از زوایای گوناگونی که میشه بهش نگاه کرد، کار یک نشست و دو نشست و کار یک تن و دو تن نیست. کار بسیار سنگین است. در حقیقت این یکی از زوایایی است که میشود به نظام اخلاقی ایران شهری نگاه کرد. وقتی صحبت از نظام اخلاقی برای یک مکتبی میشه مثل مکتب ایران شهری، طبیعتاً آن چیزی که در دسترس ماست برای شناسایی این نظام اخلاقی در دو زمینه است: زمینه متون بر جای مانده و دوم کارنامه عملی. در مورد متون بر جای مانده، ما آنچه که داریم متون بر جای مانده از دوره ساسانیان یا متون پهلوی که در دوره اسلامی در سده های نخست هجری بازنویسی شدند، دستمایه ماست برای بررسی بر روی همچین موضوعی. کتاب های دینکرد در این باره آگاهی خوبی به ما میدن. کتاب مینوی خرد در این زمینه خیلی خیلی میتونه کمک بکنه. کتاب هایی که به عنوان اندرزنامه منتشر شدن، مثل اندرزنامه اردشیر بابکان، اندرزنامه اوشنر، آنچه که از آذرپاد مارسپندان نوشته شده و به دست ما رسیده و از این دست مطالب، و همچنین کتاب های دیگری مثل شکنگمانیک بیجار که باز از متون پهلوی است، و یا آن چیزی که ما در نوشته های تاریخ نگاران مسلمان در سده های نخست هجری میبینیم که به نوعی نقل قول شده است از متون کهنی که امروز متون در اختیار ما نیست، ولی متونی که اون تاریخ نگاران نوشتن، مثل مسعودی و سعالبی و حمدالله مصطفی و حمزه اصفهانی و گردیزی و اینها، در نزد ما مونده. دومین زمینه ای که میتونه به ما کمک کنه برای دریافت این نظام اخلاقی، همچنان که گفتم، کارنامه عملی است. یعنی نگاه کردن به آنچه که به صورت کاربردی و عملی از دوره ایران پیش از اسلام بر جای مونده، که به ویژه درباره دوره ساسانیان بیش از بقیه دوره ها مطلب نزد ما هست و کارنامه نزد ما هست، چون نزدیکتر به زمان ما بوده، بیشتر ثبت شده، بعد دوره هخامنشیان و آخر از همه اشکانیان. حالا نظام اخلاقی ایران شهری رو اگر بخوایم که بهش بپردازیم، یک مطلب بسیار مهمی رو باید پیش از اون بگیم، و اون هدف از زندگی بر اساس و دیدگاه ایران شهری است. چون نظام اخلاقی خودش آبشخورش در هدف از زندگی است. شما جهانبینی یه مکتب رو باید بدونی تا متوجه بشی نظام اخلاقیش چی رو داره توصیه میکنه، چی رو سفارش میکنه. آن چیزی که میشود حالا مفصل در زمان دیگری بهش پرداخت، ولی فعلا به عنوان چکیده و اساره بررسی ها و پژوهش هایی که درباره هدف از زندگی و جهانبینی ایران شهری رو میتونم خدمتون بدم و از من بپذیرید، این است که این بر پایه بهتر کردن هستی است. یعنی پیش رفتن، یلو رفتن، افسایش ثروت، افسایش دانش، افسایش رفاه، افسایش آگاهی انسان. و برای همین هم هست که میبینید به خاطر اهمیت مسئله به پیش رفتن، افسایش، جلو رفتن و بیشتر کردن و بهتر کردن، در حقیقت واژه شناسی واژه سپنتا که به معنای افسودنی، بیشتر شدن، افسایش یافتن و
رو به جلو و رو به بالا رفتنه در زبان فارسی امروز در حقیقت معنایی که گرفته به خودش معنای مقدسه و این از این جهت بوده، از این رو بوده که مقوله سپنتا یعنی افسایش یعنی جلو رفتن و پیشرفت برای انسان در هستی یک امر مقدسی در نگاه ایران شهری به شمار می آمده و حتی واژه این بار معنا رو به خودش گرفته. در خود متون پهلوی واژه ابزونگی رو داریم به عنوان هدف انسان. ابزونگی همونی است که امروز ما در فارسی امروز ابزونگی هم میگیم، ابزون شدن، ابزون کردن، که این اشاره میکنه به بیشتر کردن و بالا بردن سطح زندگی، سطح دانش، چه در زمینه‌های مادی چه در زمینه‌های معنوی. و بنابراین انسان به گیتی آمده، حالا در کنار اون خیشکاری که داره که با اهریمن و اهریمنیان نبرد کنه و در این عرصه بیکار و نظاره‌گر نیست، به این هدف که روز به روز ماه به ماه بتونه بهبودی ببخشه به هستی و انسان هم بخش از هستی است و چگونگی زیسته بود. بنابراین اگر فلسفه از زندگی در مکتب ایران شهری همون ابزونگی یا سپنتایی شدنه، از این رو نظام اخلاقی هم باید به گونه‌ای چیده شده باشه، به گونه‌ای ساخته شده باشه و به گونه‌ای در حقیقت ثبات گرفته باشه که امروز وقتی نگاش میکنیم زمینه‌های لازم رو در این نظام اخلاقی برای اینکه یک انسان به اون هدف به اصطلاح ابزونگی یا سپنتاییش برسه رو در اختیارش قرار بده. ما در مورد این نظام اخلاقی منابع رو که زیر رو میکنیم دو تا در حقیقت زاویه رو میبینیم که این دو تا زاویه در بیان نظام اخلاقی ایران شهری با همدیگه یه جای همپوشانی حاصل میکنن. یک زاویه برمیگرده به همون مسئله ابزونگی یا افسایش یا جلو رفتن، پیش رفتن، و اون انسان رو انسان متحرک میخواد، انسان پویا میخواد، انسانی میخواد که امروز که بر میخیزه به این فکر کنه که امروز باید چه بکنه که وضع زندگی خودش و وضع زندگی دیگران رو بهتر بکنه، امروز باید چه کار بکنه که جلوی ویرانی ها رو بگیره، جلوی زوال و جلوی انحطاط رو بگیره. بنابراین در بطن خودش این نظام اخلاقی حرکت و پویش رو میخواد، ستربن بودن، خونسا بودن، بی حرکت بودن و ایستا بودن در نظام اخلاقی ایران شهری به شدت سرزنش و نکوهش شده و اصلا یک حرکت ضد ارزشه، در حقیقت به نوعی اهریمنی است. بنابراین از سوی شما نیاز داری به انسانهایی که تکاپو کنن، کوشش کنن و بکوشن در کنشاشون شما حرکت ببینید. این ستایش شده است در برابر انسانهایی که نشستن، بی حرکتن، حتی اگر بی آزارن منشأ اثر هیچ چیز و هیچ پدیده‌ای نیستن. از سوی دیگه یه مفهومی رو ما داریم در مکتب ایران شهری که از واژه پیمان اومده. پیمان امروز ما فقط معنای ازش به کار میگیریم که همه باش آشنایی داریم، به معنای قول و قرار و عهد و به اصطلاح پایبندی به آن چیزی که قرار گذاشته شده. خب معنای پیمان که به هر حال پیمان از نظر واژه به معنای پیمودنه، با از پیمودن از یه ریشه است، به معنای اندازه گرفتن هم از شما وقتی که میپیمایی در حقیقت اندازه هم میگیرید و واژه در اصل اوستایی است که فکر کنم پیتمان شده در پهلوی و بعد پیمان شده در فارسی امروزی. این واژه پیمان که معنای عهد و قرار و قول میده در متون کهن معنایی میده که برخی به میانه روی برگردانش کردن، ترجمهش کردن، و من امروز میخوام بگم که شاید اگر بخوایم واژه برابر باش بذاریم، اعتدال واژه خیلی بهتری است که در فکر کنم این سخنانم میپردازم که چرا همچین پیشنهادی میکنم. بنابراین
ما یه مقوله‌ای داریم که زندگی با حرکت، با کوشش، با پویش بهتره و سفارش شده است نسبت به زندگی خموده و بی اثر و خونسا. و از سوی دیگه ما یه مفهومی داریم که پیمانه که به نام اعتدال یا میانه روی ترجمه میشه و به شدت در متون بهش پرداخته شد و بهش توجه شد. من چند تا اسلاید دارم که این اسلایدها رو با شما به اشتراک میذارم و روی اسلایدها توضیح بیشتری میدم خدمتون که مطلب یه مقداری راحت‌تر جا بیفته. بسیار خوب. ما اینجا میگیم که انسان تشویق شده به انجام کار نیک و دوری از کار بد. خب برای تشخیص این که نیک چیست و بد چیست ما نیاز به چی داریم؟ نیاز به یک ابزاری داریم که انسان با توجه به اون ابزار بتواند در حقیقت نیک و بد اصلا تشخیص بده. اگر که این امکان رو نداشته باشه ما چگونه توقع داریم یک انسان معمولی بتونه از بدی دوری کنه و کار درست رو انجام بده؟ در این زمینه ما در فرهنگ ایران شهری دو تا ابزار رو در اختیار انسان قرار دادیم. ابزار خرد که خرد از نظر واژه خرتاو اوستایی است و در حقیقت توی متون ایرانی به معنای عقل پرورش یافته است. به قول ابن مقفع انگام که خرد رو میخواست به عربی ترجمه کنه برای دستگاه خلافت بنی امیه از واژه عقل سلیم بهره گرفت. میشه خرد. بنابراین خرد عقل نیست بلکه عقلی است که پرورش یافته زیر چتر اخلاق. عقلی که با اخلاق همراه بشه میشود بهش گفت خرد. این یکی از ابزارهایی است که نزد انسانه تو مکتب ایران شهری که بتواند نیکو از بد تشخیص بده و نیکو انجام بده و از بد دوری کنه. اما همه انسان‌ها این امکان رو ندارن. یعنی حالا عقلشون متفاوته، یکی عاقل‌تره یکی کمتر و از سوی دیگه اینکه این عقل پرورش یافته باشه و زیر به اصطلاح چتر و سایه اخلاق به باروری و به رسایی رسیده باشه اون هم این بخت رو همه انسان‌ها نداشتن. بنابراین یک ابزار دیگری در نزد انسان است به نام وجدان. وجدان فردی آن چیزی است که افراد بدون اینکه دانش ویژه‌ای هم کسب بکنن یا فضیلت ویژه‌ای رو به دست بیارن درشون این نیرو نهاده شده. یه آدمی که حالا تحصیلی هم نداره، تربیت خانوادگی درستی هم نداشته، حتی اون هم وقتی یه کار خطایی میکنه، مال یکی رو میدزده و یا میزنه به یکی آسیب میرسونه یا یه جا رو آتیش میزنه، حالا هر چقدر خودش رو راضی کرده باشه که این کار رو بکنه، به هر حال در درون خودش یه نیروی بهش نهیب میزنه و اونو به خاطر این زشتکاری نکوهش میکنه. اون وجدانه. واژه وجدان رو ما در اوستایی، زبان اوستایی که بعد به پهلوی اومد، به صورت دعنا داشتیم که امروز به صورت دین در آمده. تو متون کهن دین به معنای کیش یا شریعت یا مذهب نبوده بلکه معنای وجدان رو داشته. برخی جاها میشود معنای اخلاق گذاشت یا اون ابزار اخلاقی انسان. بنابراین دعنا که واژه دین ازش اومده به معنای همین وجدان بوده. توی برخی متون دیگر هم از واژه ونش هم استفاده شده که ونش همون بینش امروزی است. و و ب در فارسی خیلی وقتا جای همدیگه قرار گرفتن. تو پهلوی هم جابجا میشدن، مثلا در رو باز کردن یا در رو باز کردن، سنگ نوشته یا سنگ نوشته. بنابراین ما برای وجدان واژه وینش رو داشتیم و واژه دعنا. خب این دو ابزار نزد انسان بوده برای اینکه بتونه راه رو از چاه تشخیص بده. 1400 سال پیش با حمله اسلام به ایران
ایران شهر سقوط کرد و نه ظرف یک روز و یک شبانه روز، بلکه در ظرف چند سده به پس رانده شد. و هنگامی که در فلات بزرگ ایران مسلمان‌ها تقریبا به اکثریت رسیدن، دیگه فضا به گونه‌ای شد که از ایران شهر چیزی باقی نمونده بود جز یادمان تاریخی نزد نسل‌هایی که چند سده پس از قادسی و نهاوند داشتن زندگی می‌کردن. بنابراین انسان ایران شهری تبدیل شد به انسان اسلامی و انسان اسلامی دیگر این دو ابزار رو از دیدگاه اسلامی در اختیارش نبود برای تشخیص نیک و بد. وقتی که در کیش و مذهب خودش ازش خواسته میشد که حی علی خیر العمل، بیایید که کار خوب بکنید، کار خوب چی بود؟ کار خوب تشخیصش با دو ابزار دیگه بود. یکی ایمان بود که جانشین خرد میشد و یکی هم تقوا که جانشین وجدان میشد. ایمان خب یک جهان دیگری است، کاملا متفاوت از خرد. خرد بر پایه پرسشگری است، بر پایه کنجکاوی است، بر پایه به کار گرفتن آگاهی و داده ها و اطلاعات و تجربیات و آزمون های گوناگون برای آن چیزی که انسان میتونه دریابه و بر اساس اون داوری کنه و تصمیم بگیره. ایمان بر اساس این بود که شما به آفریدگار اسلام، به الله، وجودت رو هدیه میکنی و در حقیقت کاملا در خدمت او و مذهبی که او برای تو آورده خودتو قرار میدی. پرسشی در کار نیست، بحث و جدلی هم در کار نیست. هر آنچه که این کیش گفته مقدس و محترمه و از نظر آدم مؤمن باید اجرا بشه. به هر حال یک تحجر، یک تعصب، یک انجماد فکری و سنگواره‌ای در انسان پدید میاد که او رو کلن از منطق و از کوشش برای اندیشیدن دور میکنه و به نوعی خب آسودش هم میکنه، چون دیگه وقتی شما نیازی نداشته باشه بخوای بی اندیشی، نیاز به بررسی هم نداری، به پژوهش هم نداری، به زحمت و تلاش فکری هم نداری. بنابراین همون چیزی که به قول خودشون کتاب خدا گفته و سنت پیامبره، اونو انجام میدن و این میشه ایمان. بنابراین اینجا به خاطر مسئله ایمانی است که فرد مسلمان، فرد اسلامی یه کاری رو نیک میدونه یا یه کاری رو بد میدونه. کاری رو که خرد ممکنه بد بدونه، فرد مؤمن ممکنه خوب بدونه، و کاری که خرد ممکنه بد ندونه، فرد مؤمن میتونه بد بدونه. و دومی وجدان در مکتب ایران شهری در انسان اسلامی جایگزین شده با تقوا. تقوا و تقی و متقی اینا از یک ریشه هستند. تقوا به معنای ترس از، به اصطلاح نیروی برتر، ترس از خدا، ترس از الله. ما اگه بخوایم در فارسی همچین واژه‌ای رو بگذاریم، چون نداشتیم در ایران پیش از اسلام ترس از خدا رو، و اصولا غالبا نباید خدا وجودی ترسناک می بود، ما امروز در فارسی واژه پارسایی رو میذاریم یا پرهیزکاری، شاید پرهیزگاری رو میذاریم به جای تقوا. ولی این پارسایی یا پرهیزگاری دقیقا معنی تقوا رو نمیداده، چون تقوا انجام ندادن یه کاریست به خاطر ترس از الله. ولی پارسایی یا پرهیزگاری انجام ندادن کاری بوده که نفس اون کار زشت بوده، نادرست بوده و ترسی هم درش به کار نمی رفت. به هر حال این دو ابزار میاد در نزد انسان اسلامی قرار میگیره، ایمان و تقوا به جای خرد و وجدان ایران شهری، برای اینکه این فرد بدونه چه کاری انجام بده و چه کاری انجام نده، که میبینید هر دوش به شدت وابسته هست به منبع مذهبی و برخلاف خرد و وجدان خود انسان آبشخور داوری و تصمیم گیری نیست. در حقیقت انسان اینجا بیکاره است، آنچه که بهش داده شده رو فقط باید با یه ریموت کنترلی که از دور کنترل میشه جلو بره و عمل کنه. خب این رو که داشته باشیم، میایم سراغ
مسئله پیمان و بحث میانه روی یا اعتدال. در همه این متونی که خدمتتون در آغاز سخن گفتم به شدت به پیمان یا همون اعتدال یا میانه بودن سفارش شده. حالا این جریان چرا اینقدر گفته می شده؟ یه دلیلش این است که متون عمدتاً متونی که از دوره ساسانی اومده، حتی اگر دوره اسلامی هم بازنویسی شده، به هر حال نوشتار نخستش در دوره ساسانیان بوده. و در دوره ساسانیان ایران شهر با دو تا مکتب دوچار چالش شد، دو مکتبی که در ایران هوادارانی هم پیدا کردن در دو زمان متفاوت. در سده سوم میلادی مکتبی اومد به نام مکتب مانوی و پس از اون در سده ششم میلادی ما با مکتبی روبرو شدیم که مزدک آورده بود، که نهضت مزدکی پیامدش بود. و این دوتا از نگاه ایران شهری دوتا افراد و تفریط بودند در برابر آنچه که به عنوان اعتدال یا پیمان یا میانه بودن از سوی مکتب ایران شهری گفته می شد. مکتب مانوی به شدت به دنبال اعتلا و رسایی و کمال و بالندگی روان انسان بود و تن رو اهریمنی می دونست. مانوی ها می گفتن اون چیزی که شما می پوشید، اون چیزی که شما می خورید، اون خونهی که در زندگی می کنید، اون جواهراتی که استفاده میکنی، اینا هیچ کدومش به درد نمیخوره و همش انسان رو از تمرکز برای کمال و بالندگی معنوی و روانی دور میداره. در نتیجه اینها رو ما میتونیم بگیم روان سالار بودن و تن رو بد میدونستن. اون چیزی که پیکر جسمانی انسان بود و اهریمنی میدونستن و روان و اهورایی میدونستن و از این رو به خواسته به اصطلاح به ثروت و مال پشت پا می زدن و کلن آسایش و آرامش و رفاه رو خوش نمی دونستن و آرامش رو فقط در آرامش روانی می دونستن. برای همین است که مانویان رو می شود صوفیان و دراویش دوره اسلامی هم نامید. یعنی تو دوره اسلامی تصوف و دراویش بودن، تو دوره ساسانیان مکتب مانی اومد که این دنیا گریزی و گوشه نشینی و کار نکردن و تولید نکردن و بی اعتنایی به زندگی این گیتی این جهان طبیعتا توی هر کشور هر جامعه‌ای با خودش انحطاط میاره، فقر میاره، گرسنگی میاره، عدم تولید و عدم توسعه در یه جامعه اون جامعه رو جهان سومی نگه میداره. این رو یک به اصطلاح افراط می دونستند در برابر میانه بودنی که ما در فرهنگ ایران شریعت سخن می گیم. در برابرش سده ششم میلادی یعنی 300 سال پس از اون ما جریان مزدک رو داریم و جریان مزدکی کاملا نقطه مقابل جریان مانویست، هرچند که خیلی ها فکر می کنن اینها با هم بیه اشتراکاتی داشتن، ولی در اصل در نگاه به زندگی نگاه مزدکی نگاه تفریطی است. یعنی میگوید که آن چیزی که مهم است این است که من امروز شاد باشم، خوشحال باشم، لذت ببرم و برای اینکه این کار رخ بده یه سری از تابوها و یه سری از آن چیزی که ما به عنوان فونداسیون و پی و پایه اخلاق میدونیم برای ما دست و پاگیره. باید بر اساس گفته مزدک ثروت مشترک باشه، حتی مسئله همسر رو به نوعی کتمان کردن و گفتن که باید به جای تشکیل خانواده به صورت خانواده هسته‌ای حتی زن و مرد هم در اشتراک بتونن با هم دیگه در پیوند و همنشینی و با هم بودن باشن، که این در حقیقت کاملا بی‌توجهی است به مقوله معنوی که در انسان یه جایی باید داشته باشه و ما اسمش میتونیم بزنیم تن سالاری. بنابراین در برابر افراط مانویان روان سالار ما تفریط مزدکیان تن سالار رو هم داشتیم. برای همینه که در متون ساسانی که
برای ما بر جای مونده، این مطلب پیمان یا میانه بودن یا اعتدال خیلی 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 بهش سفارش شده. امروز اگه ما میخونیم میگیم چرا اینقدر تو هر صفحه، تو هر فصل، تو هر بخشی از این کتاب یا مقاله اینها این رو گفتن، چرا اینقدر تاکید کردن؟ تاکیدش این است که افراد تفرد دیده بودن در نتیجه به خودشون نزدیک بوده و میخواستن که هوشیاری در جامعه در این باره ایجاد کنن. خب حالا میانه روی، خود میانه روی چیزیست که ارسطو بهش خیلی پرداخته و مرتب از ویژگی های انسانی و صفاتی سخن میگه که از دو تا به اصطلاح لبه دورن از افراط و تفریط، و میانه روی در مورد تقریبا هر دو پدیده‌ای که اینگونه تعریف میشه از سوی ارسطو کار درست و ستایش شده است. مثلا ارسطو خست رو یک تفریط میدونه، این که شما خرج نکنی، این که خیلی سفت و سخت باشی در هزینه کردن پول، و در برابر شما یه افراط داری که ولخرجیست. بعد از دیدگاه ارسطویی شما باید در حد میانه باشی، نه خست صفت خوبیست برای انسان و زندگی رو برای خودش و دیگران آسوده میکنه، و نه ولخرجی یه پلیده ارزشمندیست. بلکه ارسطو میگه باید در میانه مان، آن مقداری که لازمه خرج بشه، اون مقداری که نیست ریخت و پاش نشه. این میانه روی از به اصطلاح دیدگاه یونانی است که ارسطو تو این زمینه مطالب مفصلی داره و جالبم هست. حالا این رو داشته باشید، من میخوام در مورد پیمان بگم که پیمان که به عنوان میانه روی ترجمه شده در نظام اخلاقی ایران شهری، یک وضعیت متفاوتی از این میانه بودن ارسطویی داره. خب ما در حقیقت یک پیشروندگی داریم و یک پسروندگی. پیشروندگی همونی بود که در نخست خدمتون گفتم، ابزونگی و سپنتایی بودن، یعنی کوشش برای تولید، برای ساخت، برای ساز، برای توسعه و برای ایجاد تغییرات در راستای بهتر شدن در زندگی خودمون، زندگی جمعیمون، زندگی ملیمون و جهان. نقطه مقابله این میشه پسروندگی. پسروندگی در حقیقت آن چیزی است که خلاف سپنتایی است. ما مثلا سپنتا مینو رو نقطه مقابلش انگر مینو گذاشتیم، ولی در هر جایی این پسروندگی یک جلوه‌ای داره. پسروندگی در نظام اخلاقی یعنی که نشستن، یعنی منشأ حرکت نبودن، یعنی ایستا بودن و ایجاد تغییر برای افزایش و بهتر کردن انجام ندادن. این میشه پسروندگی. بنابراین یکی از ترازوهایی که ما در نظام اخلاقی ایران شهری داریم که ترازو بسیار مهمی است، این است که کنش رو میگذاریم روی کفه ترازو، ببینیم که این طرف پیشروندگیه یا پسروندگی. پیشروندگی ارزش همون ابزونگی و پسروندگی ضد ارزشه. خب حالا ببینیم که بحث میانه بودن اینجا کجا قرار میگیره یا پیمان. ما یک نمونه رو اینجا بررسی میکنیم. اما نمونه که در مورد ارسطو گفتم، خست و بلخرجی، اینجا میاد در دو سو قرار میگیره. خست یه تفریط و بلخرجی یک افراط. خب در نگاه ایران شهری این گونه نیست که شما دو تا افراط و تفریط داری و یک میانه. در نگاه ایران شهری ما در دو مقوله پیشروندگی و پسروندگی یک دونه اعتدالی داریم و یک دونه افراطی، یا اعتدالی داریم و تفریطی. برای نمونه ما در پیشروندگی می توانیم بر پیمان باشیم، یعنی بر اعتدال باشیم، بر میانه باشیم و بخشندگی داشته باشیم، دست و دلباز باشیم که بسیار بسیار ستوده شده، و می توانیم ولخرج باشیم که این دیگه از پیمان خارج، پیشرونده هست ولی از پیمان خارج، از اعتدال خارجه. تفاوت این دوتا مشخصه.
بخشندگی به موقعش به اندازه دست و دلباز، دهشمندی میکنه، کمک میکنه، دست دیگران رو میگیره و برای خودش هم کم نمیگذاره. این خیلی خوبه به دو دلیل. هم درش پیشروندگی است، برای اینکه آدم بخشنده باید ایجاد ثروت بکنه تا بتونه بخشنده باشه، و هم پیمان و اعتدال درشه. یعنی شما این کار رو میکنی برای اینکه بتوانی آسایش و آرامش رو برای خود و دیگران تامین کنی. ولی ولخرجی از یک نظر تو کمپ کارهای خوب قرار داره، چون پیشرونده است. شما اگر درآمد نداشته باشی و اگر تولید نکنی و اگر ثروت ایجاد نکنی، نمیتونی ولخرجی کنی، پولی نداری که خرج کنی. بنابراین نفس عمل از نظر اینکه پیشرونده است خوبه، ولی بر اساس پیمان نیست، یعنی بر اساس اعتدال و میانه بودن نیست. در نتیجه از اون دیدگاه میشود کار نکوهش شده. پس ولخرجی حالت افراطی است از یک کار زیبایی مثل بخشندگی. اون چیزی که ما در فرهنگ ایران شهری در نظام اخلاقیش میبینیم سفارش میشه بخشندگی است، نه ولخرجی. هرچند هر دو اینا پیشروندن و در مجموع در کمپ کارهای ابزونگی یا سپنتایی است. در برابر ما پسروندگی رو داریم. پسروندگی درش ایستایی هست، عدم حرکت هست. چرا؟ یا فرد خسیسه یا صرفه‌جوئه. صرفه‌جویی از این نظر که توی کمپ پسروندگی است، خب نکوهش شده است. چون چیزی که صرفه‌جویی میکنه کمترم میخره، کمترم تولید میکنه، کمترم ثروت ایجاد میکنه. از این نظر گام مثبتی آدم صرفه‌جو بر نداشته، ولی از یک سو، یعنی از با ترازوی پیمان که میسنجیمش، خوبه. چرا؟ برای اینکه بر پایه اعتداله، از تفرید که خسیس بودن خصت دوری کرده. فرد صرفه‌جو چون بر پیمان، بر اعتدال کارش ستایش میشه، ولی چون پسرونده هست کارش نکوهش میشه. بنابراین شما در دو تا کمپ، کمپ پیشروندگی و پسروندگی، دو حالت رو داری. حالت اعتدال، بخشندگی که خیلی خوبه در برابر ولخرجی که خوب نیست، از پیمان به دوره. و در کمپ پسروندگی خودش منفی هست برای ما، صرفه‌جویی رو داری که بهتر از خسته، چون صرفه‌جویی بر پیمانه، بر اعتداله، ولی خسته یک تفریطه در زندگی انسان. امیدوارم این مطلب جا افتاده باشه. برای اینکه مطمئن بشم جا افتاده، یه نمونه دیگه هم اینجا دارم توی پیشروندگی و پسروندگی. شما خودتون بعداً میتونید بیاندیشید و نمونه های بسیاری رو پیدا کنید. باز دو سر این کار افراط و تفریطه، و نمونه شو ما در پیشروندگی میبینیم به صورت دلاوری و بیباکی. اگر ارسطو میخواست اینجا صحبت کنه، میگفت دلاوری یک افراط، بزدلی یه تفریطه، حد میانش خیلی خوبه. ولی در نظام اخلاقی ایران شهر پیشروندگی، یعنی این بخشی که با زمینه زرد رنگ میبینید، این بسیار ستایش شده است. چرا؟ برای اینکه درش حرکت، شما وقتی دلاوری، حتی وقتی بیباکی، یک کوششی درش هست، ایستایی درش نیست، و این اون چیزی است که از شما خواسته شده. حالا در میان این دوتا دلاوری کار درسته. چرا؟ چون بر پیمانه، بر اعتداله. بیباکی، بیکله بودن و نترسی از روی اینکه شما هیچ کدوم از جوانب رو نمیسنجی و عملی رو انجام میدی، این دیگه افراطه. بنابراین گرچه پیشروندگی درش هست، ولی چون اعتدال یا پیمان درش نیست، این ستایش نمیشه، ستوده نمیشه. در طرف مقابل ما پسروندگی رو داریم. در بود تفریطش بزدلی، این یه بدترینه، چون هم تفریط درشه، یعنی از پیمان بدوره، و هم پسرونده است، چون آدم بزدل کاری نمیکنه، گامی نمیخواد برداره، ریسکی نمیکنه، حرکتی نمیکنه، چون بزدله. ولی اگر تو همین زمینه پسروندگی شخص بر پیمان باشه، یعنی اعتدال رو رعایت کنه، میشه فرد محتاط، کسی که احتیاط میکنه، هزمندیشه. و این از جهت اینکه بر پیمانه، بر اعتدال خوبه، هرچند پسرونده است. پس نظام اخلاقی ایران شهری نظامی است که با دو ترازو
یک صفت یا یک کنش رو ارزشیابی میکنه. یکیش همون ترازوی بر اعتدال بودنه یا بر پیمان بودن و دوری از افراط و تفریط، و دیگری ترازویی است که این پیش رونده است، یعنی سپنتایی است، یا پس رونده است. پیش رونده است یعنی با کوشش و حرکت و هیجان و انرژی و تولید و پویایی هم راست، یا پس رونده است با ایستایی و خمودگی و خونسا بودن و ستربند بودن و حرکت نکردن. در متون، چون من صحبت کردم حیف آمد که مطالب خیلی جالبیو که در متون گاهی وقتا دیده میشه رو نبینیم، چون اندرزنامه ها هم خیلی دیدنیست، خواستم که این اسلاید ها رو با این اسلاید به پایان ببرم. سخن دیگه اشتباه نکنم از ابن مقفع، اندیشمند بزرگ ایرانی در دوره بنی امیه که به دستور خلیفه هم کشته شد. او میگوید باید از دو کس در کشور بترسی و چاره جویی، یکی آزاده گرسنه و دیگری فرومایه سیر. کشوری که آزادهش گرسنه باشه و فرومایش سیر باشه و ثروت آنچنانی به هم زده باشه، باید واقعا از اون شرایط ترسی که فکر کنم شرایط امروز ایران ماست. من پیش از پایان سخنم میخوام که یکی دو تا مطلب رو هم از اون متن بخونم که شما یه مقداری با این متون هم به اصطلاح بیشتر آشنا بشید، اونایی که دوستان که آشنا نیستن. مثلا ما در دینکرد، یکی از کتابای دینکرد داریم که میگوید ایران همواره پیمان را ستوده است، یعنی اعتدال، و افراط و تفریط را نکوهیده است. در روم فیلسوفان، در هند دانایان، و در جاهای دیگر آگاهان بالاتر از هر چیز مهارت در گفتار را ستودند، ولی فرزانگان ایران پیمان را پسندیدند، یعنی اعتدال را. در همون کتاب دین کرد مطلب دیگری هست، میگوید چهار گونه انسان وجود دارد: بخشنده، ولخرج، بخیل، میانه. بخشنده آن است که تمام بهره خیش از این دنیا را متوجه آفرینش کند. بخیل آن است که بهره هیچ یک از این دو جهان را متوجه هیچ کدام از آنها نکند. بخیل خیرش نه به هستی و جهان مادی میرسه، نه به معنویاتش یا معنویات دیگران یا مینو. ولخرج کسی است که بهره هر دو جهان رو صرف این جهان کنه. ولخرج کسی است که فقط دنبال، نظر این کتاب، به دنبال بهره جهان مادی است، دنبال معنویات نیست. و میانه رو آن کسی است که بهره هر یک از این دو جهان را خرج خود آنها می کند، یعنی آنچه که از معنویات به دست آورده هزینه برای معنویات می کنه، آنچه که از جهان حسی یا گیتی به دست آورده برای خود گیتی هزینه می کنه. در عهد اردشیر، از ترجمه‌ای که از پهلوی به عربی شد بعد از عربی به فارسی شد، من یه بخشش رو میخونم از برگ 95. میگوید بدانید زمانه شما را به چند حال در میآورد. حال بخشندگی تا به نزدیک اسرافکاری رسد. حال چشم تنگی تا به بخل گراید. چشم تنگ آدم نیست که یکم خصت داره و یکم حسادت هم داره که چرا اون دیگری داره من ندارم. بخل میگه من نداشته باشم اونم نداشته باشه، یعنی حتی حاضر نیست خودش هم داشته باشه اگر قرار باشه کسی دیگه هم داشته باشه. حال بردباری تا کودنی نماید. بردباری خیلی خوبه، ولی دیگه اگه یکی و هر بلایی سرش بیارید تکون نخوره، این دیگه بردباری نیست، این دیگه کودنه، این هیچ ارزشی نداره. این آدم هم پس رونده است و هم آدم افراط و تفریطی است. حال بهره‌گیری از فرصت‌ها تا به فرصت طلبی بیانجامد. بهره‌گیری از فرصت‌ها هم پیش رونده است، هم بسیار و
بر پیمان برای اعتدال انسان هوشمند باید از فرصت‌ها بهره بگیره. ولی میگه به فرصت طلبی میانجامه. وقتی به افراد میرسه شما دیگه کاملا میشی آدم فرصت طلب. هیچ چیزی برات مهم نیست. میخوای فقط یه فرصت رو که داوری به چنگ آوردی به مقصد خودت برسی. حال زبان آوری را به پریشانگویی نزدیک میکنند. زبان آوری خیلی خوبه. شما سخنور باشی، مجلس گردان باشی، سخنانی بگی به درد دیگران بخوره و مهارت داشته باشی در فضیلت سخنوری. ولی وقتی به افراط میرسه میشه پریشانگویی. دیدید آدمهایی که چیزی برای گفتن ندارن مرتب حرف میزنن، دیگه سخن نمیگن، حرف میزنن. حال خاموشی را به گنگی مینماید. خاموشی بد نیست، پس رونده است، ولی دست کم در پیمان، یعنی اعتدال داره. شما خاموشی چون یه چیزی نمیدونی اظهار نظر نمی کنی. چرا خودتو خراب کنی وقتی چیزی رو نمیدونی؟ بیشتر ترجمه میدی، گوش بدی و فرا بگیری، یاد بگیری. ولی اگر دیگه انقدر خاموشی که هیچ صدایی از شما هیچ گادر نمیاد، شما انگار گنگی. و این هم پس‌رونده است، هم تفریط و افراط. شاه باید در همه این حالها اندازه نگه دارد. اینا اردشیر بابرکان میگه. و اگر بر مرزی که آن سوی آن زیاد رویس ایستاد، خیشتن را از فرو غلطیدن با آن سوی مرز نگه داشته است. و آخرین سخنی که میخوام بگم از آیین اردشیره و جمله بسیار کوتاه ولی زیبایی است. میگوید در میان نیاکان ما مردمی بودند که کشور ما را پیمان، یعنی میانه، و دیگر کشورها را افراط و تفریط مینامیدند. این که گفته میشه ایران شهر میان جهانه، درسته از نظر جغرافیایی و اسطوره‌ای در میانه هفت سرزمین در میانه قرار گرفته، ولی معنای بسیار مهمترش این است که دیگران رو به افراط و تفریط میارن و این ایران شهری که بر پیمانه و بر اعتداله. و این سخن اردشیر هم به همون داره اشاره میکنه. من سخنم به پایان رسید. طبیعتاً یک زاویه‌ای بود از نظام اخلاقی ایران شهری. خیلی خیلی این جستار مفصله و مفصل‌تر هم میتونه باشه، که امیدوارم که کسان دیگری که تو این زمینه کار کردن و میکنن بتونن بیان بهش بپردازن.